17مین روز آذر ماه برابر با 8 دسامبر سال 1270 خورشیدی برابر با 1891 میلادی، درگذشت جورج سورا، نقاش بزرگ فرانسوی که در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد و از 17 سالگی به آموختن هنر نقاشی پرداخت. سورا در 19 سالگی در مدرسه هنرهای زیبای پاریس نام نویسی کرد و در همین سال به مطالعات عمیق در رشته ادبیات و همچنین تحقیق علمی درباره رنگ و خط و نور پرداخت. پس از چندی سورا و جمع دیگری از نقاشان جوان که از روش نمایشگاه رسمی فرانسه ناراحت بودند و نظرات داوران آن را مردود می دانستند، گروه نقاشان مستقل را بنیاد نهادند. هرچند این گروه در ابتدای کار مورد استقبال قرار نگرفت، ولی به تدریج هنر دوستان جوان را به خود جذب کرد. در این زمان سبکای گوناگونی در نقاشی وجود داشت و کشاکش زیادی بر سر شیوه نقاشی و هنر بین مردم جاری بود. با این حال سورا مکتب و اصول جدیدی را بنا نهاد که تا جنگ جهانی اول ادامه یافت و در سیر نقاشی تأثیر شگرفی بر جای گذاشت. سورا مکتب خود را پوانتیلیسم یا نقطه پردازی نامید و آثار متعددی خلق کرد که یک شنبه تابستانی در تفریگاه بیشه و مدل‌های نقاشی از آن جمله اند. سال 1321 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، بلوای نان در تهران و توقیف روزنامه‌ها. پس از به نخست وزیری رسیدن قوام، با وجود تشکیل وزارت خاروبار و تخصیص اعتبار برای خرید گندم و آرد، وضع نان نه تنها بهبود نیافت بلکه روز به روز بدتر و نامرغوب‌تر از گذشته تحویل مردم می شد. از همین رو به علت فشار زندگی، نبودن مایحتاج اولیه و پایین بودن دستمزدها، عده زیادی از دانش آموزان و دانشجویان به طرف میدان بهارستان حرکت کردند و در همان حال که فریاد نان می‌خواهیم آنها در طول مسیر ترین انداز بود، عده زیادتری از مردم و دانش آموزان در میدان بهارستان تجمع نموده و ناگهان به مجلس هجوم بردند. پس از ضرب و شتم به نمایندگان، میز و صندلی و تابلوهای مجلس را شکسته و عده از مهاجمان اموال مجلس را غارت کردند. به دنبال آن بازار تهران تعطیل شد و برخی از مردم به چپاول مغازه‌های خیابان‌ها پرداختند. فرماندار نظامی تهران برکنار گردید و سپهبد امیر احمدی با اختیارات کامل منصوب گردید. سال 1378 خورشیدی برابر با 1999 میلادی، درگذشت حسین مکی، سیاستمدار، مورخ و نویسنده معاصر که پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی به تهران رفت و به خدمات دولتی پرداخت. مکی بعد از ایجاد فضای باز سیاسی، فعالیت‌های رسمی خود را در مطبوعات آغاز کرد و نوشته‌های تاریخی، تحقیقی و ادبی‌اش بخش مهمی از مندرجات روزنامه‌های درجه اول تهران را تشکیل می‌داد. او در این زمان نخستین جلدهای کتاب تاریخ 20 ساله ایران را به نگارش درآورد و به شهرت رسید. مکی در سالهای بعد به عضویت حزب ایران و حزب دموکرات ایران درآمد و این سرآغازی برای فعالیت‌های سیاسی او در مجلس 15 و 16 و 17 گردید.